بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش عذار آمد، خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله‌زار آمد. سلام به تک تک شما اعضای قبیله هوروسکوپ فارسی. راشل هستم، آسترولوژر شما، پایه‌گذار و معرف آسترولوژی در ایران از سال 2015. نوروزتون پیروز و آغاز سال خورشیدی جدید بر همه شما فرخنده. به نظر میرسه که امسال سال متفاوت با ارتعاشی متفاوت و با تولدی متفاوت برای خیلی از ما خواهد بود. برای همین تصمیم گرفتم که تبریک سال نو رو امسال به شکل حضوری و کنار سفره هفت سین به شما بگم. و امیدوارم که هر کدوم از ما ورود به این ارتعاش جدید رو به نوعی تجربه بکنیم. ارتعاشی که با پیوستن اورانوس و جوپیتر در نشان تارس به شدت به اوج میرسه، اگرچه که در حال حاضر هم جوپیتر و اورانوس بسیار بسیار به همدیگه نزدیک شدن و ما داریم به سمت و سوی حرکت میکنیم که پرونده سال 2020 به این طرف رو ببندیم. از همه شما عزیزان قبیله هوروسکوپ فارسی سپاسگزارم برای اینکه در این مسیری که با هم شروع کردیم قدم به قدم در کنار هم بودیم و دست در دست هم ما سالهای سختی رو که باید ازش میگذشتیم تا به این نقطه برسیم ازشون عبور کردیم. سالهای 2020، 21، 22 و الان دیگه کم کم آماده احساس ارتعاش جدید و تولد جدید هستیم. اگرچه که این تولد هم طول میکشه، یک سال، دو سال، به خصوص پیوند ساترن و نپتون در نشان قوچ باید اتفاق بیفته، اما با پیوند جوپیتر و اورانوس ما یک مرحله بسیار قوی از این صعود رو تجربه میکنیم. بنابراین این سفره هفت سینه و این یک تبریک متفاوت برای راشلی که داره یک تولد جدید رو تجربه میکنه. من اول میخواستم که هوروسکوپ ماه گرفتگی رو هم همینجا کنار سفره هفت سین براتون بگم، اما چون توضیحات زیاد بود نیم ساعت که حرف زدم دیدم که فشارم اومد پایین و سرم گیج رفت. برای همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو کوتاه بکنم و فقط محدودش بکنم به یک تبریک سال نو و اینکه همدیگر رو ببینیم و تشکر بکنم از شما عزیزانی که همیشه همراه این خانواده بودید در هر نقطه از این مسیر که به ما پیوستید، دست در دست هم دادید و کمک کردید به انتقال آگاهی به دیگران و همدیگر رو حمایت کردیم، در سختی ها و فراز و نشیب ها همدیگر رو تنها نگذاشتیم. اما یک توضیح دیگر رو هم اینجا باید بگم به خاطر اینکه یک سری سوء تفاهم ایجاد شده و یک سری پیامک هایی داره به شما ارسال میشه از طرف شخصی که خودش رو داره در حقیقت هوروسکوپ فارسی معرفی میکنه. این آدم متاسفانه کدنویس وبسایت خود ماست و برای همین دسترسی داره به اطلاعات و متاسفانه خیانت در امانت کرده و متاسفانه تحت پیگیری و بررسی پلیس فتاست و درگاه های اینترنتیش، وبسایت هاش، همه کارهایی که کرده الان دست پلیس فتاست و عید که بگذره پیگیری های قانونی به مراحل جدید میرسه و فقط در جریان باشید که اینها بعد از این که در حقیقت این شخص جرمش قطعی بشه دیگه خرید های شما یا فایل های هیچ کدوم در اون وبسایت ها در دسترس نخواهند، چون اون وبسایت ها همه بسته میشن و متاسفانه اتفاق افتاده. و به خاطر اینکه ما در مرحله از رشد هستیم که باید نقطه ضعف های خودمون رو از طریق دیگران بشناسیم، از طریق سناریوهایی که ساخته میشه، من هم در حال تجربه یک سری سناریوهایی هستم که یاد بگیرم حد و مرزهام رو باید ببندم. عشق بی حد و مرز، محبت بی حد و مرز، دلسوزی بی حد و مرز، دادن دانش و اطلاعات بی حد و مرز و بدون در نظر گرفتن ارزش اونها، بدون در نظر گرفتن بازگشت برای اونها، همه اینها باعث میشه که سناریوهایی ساخته بشه که یونیورس نشون بده که
باید حد و مرزهات رو ببندی راشل و هیچ کدوم از اینها رو بیهوده خرج نکنی، هیچ کدوم از اینها رو بی حد و مرز خرج نکنی. و من در حال یاد گرفتن این درس هستم. میدونم که هر کدوم از ما در این وضعیتی که ماه گرفتگی روی محور قوچ و ترازو هست داریم تجربه میکنیم، درس هایی میگیریم که از دیگران به ما بازتاب میشه. من درباره این درس ها و بازتاب هاش در فایل مربوط به هوروسکوپ به ماه کامل توضیح خواهم داد. فعلا فقط همینقدر که میخواستم اینجا کنار سفره هفت سین یک تبریک متفاوت رو در سال جدید به شما بگم و این ارتعاش جدید رو با همه وجود به شما منتقل بکنم که ما داریم وارد یک دنیای جدید میشیم که هر کدوم به نوعی تولد دوباره رو تجربه میکنیم. تک تکتون رو دوست دارم و امیدوارم که همه ما با هم دیگه در این صعود دستام رو به هم بگیریم و با هم همراه بشیم. خب فکر میکنم که دیگه صحبت هام رو اینجا کوتاه بکنم و صحبت های بعدی رو از روی چارت براتون بگم. یک بار دیگه از همتون صمیمانه سپاسگزارم برای اینکه در این مسیر همراهی کردید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. دوستتون دارم و لوه ناهو مالهو ناهو.